هر روز اسناد جدیدی از آرشیو 50 ترابایتی وزارت خارجه رژیم که به دست مقاومت ایران افتاده علنی میشه. اسناد بسیار ذی قیمتی که در صدر اون وحشت رژیم از موقعیت مقاومت ایران رو نشون میده. گزارش های بسیار دقیق و انکارناپذیر، اون هم در بالاترین ارگان دیپلماسی رژیم و تلاش هاش برای مقابله با قدرت روزافزون مقاومت و نقش اون در قیام سراسری مردم ایران منتشر شده. برای بررسی همین موضوع همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام و خوش آمد میگم به شما آقای پرتوی. ابتدا برامون بگید که ضربه ناشی از همین تسخیر و از دسترس خارج شدن 210 سایت و سامانه وزارت خارجه رژیم، اونم در تهران، رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ بله، خدمت شما، همکارانتون و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی و موضوع بسیار بسیار خوب، مهم و یک خبری که واقعا بیش از یک هفته از سرتیتر تمام اخباره. از کنم حضورتون برای جواب این سوال خیلی خلاصه و مفید من بخوام بهش بپردازم، اول باید ببینیم مقاومت ایران و گروه قیام تا سرنگونی به چه چیزی دسترسی پیدا کرده، کدام یک از ارگانهای دولتی حکومت منحوس آخوندی رو تونسته به دست بیاره. ببینید، صحبت سر وزارت امور خارجه است. این حکومت منحوس آخوندی یک حکومتیه که کلن غیر متعارفه، یعنی هیچ چیش به حکومتهای قبل از خودش، بعد از خودش، حکومتهای کنونی در دنیا نرفته، یک حکومت غیر متعارفه. به طریق اولا مسئله وزارتخانه، یکی از وزارتخانه هاش و یکی از مهمترین وزارتخانه هاش، وزارت امور خارجه‌ش، هم قاعدتا از این قاعده مستثنا نیست. یک وزارتخانه غیر متعارفیه که در واقع باید گفت اهمیت وزارت امور خارجه ایران رو در از اونجا نگاه بکنید که همیشه مسئول اولش رو خود ولی فقیه ارتجاع انتخاب میکنه، یعنی هیچ رئیس جمهوری و یا رئیس دولتی و یا مجلسی وزیر امور خارجه رو تعیین نمیکنه غیر از خود ولی فقیه ارتجاع. چرا؟ چون وزارت امور خارجه آخوندی مثل دستگاه دیپلماسی حکومت‌های متعارف در دنیا نیست. وزارت امور خارجه آخوندی یک مجموعه ای از سپاه قدس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مسئله اولش در دنیا مسئله صدور تروریسم، مسئله صدور بنیادگرایی و از همه مهمتر تمام فعالیت های برون مرزی حکومت آخوندی، چه اونجایی که ترور میکنه، چه اونجایی که بمبگذاری میکنه، چه اونجایی که کودکان رو در خارج از مرزهای ایران به فروش میرسونه، آدم فروشی میکنه، چه اونجایی که مواد مخدر میفروشه به قیمت چند صد میلیون دلار هر سال، آمارهاش هست، تعداد زیادی از اعضای سپاه قدس در زندانهای کشورهای مختلف هستن، و در نهایت مسئله پولشویی. بنابراین توضیح کوتاه و مختصر رو من برای این دادم که اهمیت این قضیه رو بینندگان محترم بهش توجه داشته باشن که این یک وزارت امور خارجه معمولی و متعارف نیست، این یک مجموعه ایه از دستگاه سرکوب، از دستگاه تروریسم، از دستگاه پولشویی، از دستگاه آدمکشی و ترور حکومت آخوندی. بنابراین تا اونجایی که به مسئله هک کردن این 210 سامانه و به دست آوردن همونطور که شما گفتی 50 ترابایت که در واقع میشه صدها هزار، نزدیک به میلیونها سند کتبی که از سفارتخانه های مختلف رژیم، از افراد مختلف رژیم، تمام کمیسیون ها و افراد و از خود وزیر امور خارجه و کارت بسیج پاسدار حسین امیر عبداللهیان و غیره، نتیجه مشخصی که من بخوام بگیرم اینی که به نظر من این دستاورد بسیار بزرگیه. حالا بعداً در رسیدگی به در برخورد به در توضیح به بعضی از اسناد بیشتر خواهیم پرداخت که اهمیتش تا کجا هست. من تا همین جای قضیه یکی از مهمترین وزارتخانه های حکومت آخوندی، تا
توسط نیرویی که به طور واقعی عزم جزم کرده که این حکومت باید سرنگون بشه، براش هم ابزار کار رو فراهم کرده. یکی از این ابزار کار همین میتونه باشه. مثلا شما نگاه بکنید انعکاس جهانی که این مسئله به دست آورد واقعا پوشش بسیار بسیار بزرگی بود، از جمله اسنادی که در مورد دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی بیرون اومده و اینکه این امدادگر بلژیکی بنده خدا اولیویه وان پاستیل که یک امدادگر بوده چطوری یک سال بعد از توافق حکومت بلژیک با حکومت آخوندی سر استرداد مجرمین، یک سال بعد از اون دستگیر شده. در روزنامه لومون در این مورد توضیحات خیلی مفصل و جالبی داده بود. روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن تایمز، واشنگتن پست، خبرگزاری های اسوشیتد پرس و سایر خبرگزاری ها پوشش بسیار وسیعی دادن. علتش هم اینه که در واقع کسی این کار رو میتونه بکنه که نفوذ توده‌ای داره، تشکیلات منظمی داره و میدونه کجای دشمن رو و کی نشونه بگیره. بله. بسیار بسیار کار سترگ و بزرگی بود. بله. آقای پرتابی، به هر حال الان شما اشاره کردید به انعکاسات بین المللی این موضوع. این اسناد خودشون دارن صحبت میکنن. این اسناد وزارت خارجه رژیم در مورد مقاومت ایران و مجاهدین چی میگن؟ آیا اونا رو میشه با سایر جریانات دیگه شما یه مقایسه بکنید و میشه ازش چه نتیجه ای گرفت؟ بله، عرض کنم حضورتون در جلساتی که تاکنون چندین صورت جلسه شو در سایت تلگرامی قیام تا پیروزی اومده، قیام تا سرنگونی اومده، چندین صورت جلسه رو منتشر کردم و جالبه در تمام این صورت جلسه ها نمایندگان وزارت اطلاعات، نمیدونم سپاه قدس، وزارت امور خارجه، تمام دستگاه ها و تمام ماشین سرکوب رژیم اونجا حضور داشتن و دستور جلسه اساساً ارزیابی فعالیت‌های مجاهدین بوده، ارزیابی کارهای مجاهدین و اینکه این نیرو به چه کاری مشغوله و چطوری باید جلوشو گیره. در واقع میتونم بگم اون اسنادی که تاکنون بیرون اومده به درستی آدرس آلترناتیو واقعی حکومت آخوندی رو میده و در جواب مشخص سوال شما، بله، اونجا میگه که مجاهدین یک نیروی بسیار منسجمیه، دارای تشکیلات، اعضا و هواداران این سازمان موقعی که وصل میشن با فداکاری و با اینکه جان خودشون رو در کف دستشون میگذارن و مأموریت‌های تشکیلاتی و مأموریت‌های سازمانی و وظایف انقلابی خودشون رو، البته نه با این ادبیات، این استنباط بنده است دارم میگم، منتها کلن وحشت حکومت آخوندی رو از این انضباط تشکیلاتی، از این نظمی که وجود داره، بارها در این اسناد به کانونهای شورشی، به فعالیتهای کانونهای شورشی اشاره میکنن و از همه مهمتر چون به عنوان الترناتیو اصلی ازش اسم میبرن و در مورد فداکاری و نمیدونم سمج بودن و البته اونجا از موزیگری صحبت میکنه، میگه اینا موزی هستن، در واقع ترجمهش همون فداکاری و جان برکفیه. موقعی که صحبت میکنه مسئلهش اینه، در واقع شرکت کنندگان در این جلسه همگی متفق القول هستن که این یک نیروی بسیار جدید، دارای پایگاه توده‌ای، دارای نیروی لازم و از همه مهمتر مستقل، از هیچ جا به دلیل عدم استقلالش نمیشه بهش ضربه زد، نه از نظر مالی، نه از نظر نیروی انسانی، نه از نظر سیاسی. بنابراین بیشترین آلترناتیوی که اونجا روی میز میذارن در صورت جلسه‌ای که تاکنون من خوندم، یکی اینی که شیطان سازی بکنن، دو اینی که به دولت‌های غربی فشار بیارن که دوباره مجاهدین رو به لیست تروریستی برگردونن، لیستی که یک دور امتحان کردن و مقاومت ایران سربلند ازش بیرون اومد. بنابراین در مقایسه با سایر نیروها من میتونم بگم اصلا از سایر نیروها در واقع اسمی به میان نمیاد، چون نه تنها مطرح نیستن، صرف نظر از اینکه روزنامه، صرف نظر از اینکه رسانه های استعماری که به زبان فارسی صحبت میکنن چه نیروهای دیگری رو باد میکنن و نمیدونم مطرحشون میکنن، منتها در خصوصی ترین و در نهانی ترین عمق هسته های حکومت آخوندی که این جلسات وزارت امور خارجه باشه،
در واقع فقط اسم از مجاهدینه و نیروهای مجاهدین، چون اونا در کف خیابان‌ها با اینها روبرو هستن، بنابراین اشراف بیشتری دارن به این قضیه. آقای پرتابی، شما الان هم اشاره کردید که به هر حال اسنادی به دست اومده که رژیم داره ارزیابی میکنه نقش مجاهدین رو. حالا به طور مشخص یک سری هم از این اسناد هستش که از نقش مجاهدین در قیام 1401 بهش اشاره کرده. این موضوع رو شما چطور توصیف میکنید و ارزیابیتون تو این رابطه چیه؟ ببینید، با توجه به این که این کمیته ای که این جلسه مقابل، اسم جلسه هستش مقابله با مجاهدین، درست؟ در این جلسه نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی قدس، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، پلیس، اینترپول، دادستان کل کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات کل زیرب در وزارت امور خارجه شرکت دارند. با توجه به این شرکت کنندگان و با توجه به اسناد رسمی که تا کنون به دست اومده، صحبتی که اینا میکنن میگن این گروه یعنی مجاهدین پتانسیل عملیات مسلحانه داره. اینو من دارم از روی پروتکل خود این جلسات کمیته مقابله با مجاهدین برای شما میخونم. در وابستگان مجاهدین انگیزه مبارزاتی شدیدی وجود داره، سابقه مبارزاتی دارن، توان اطلاعاتی بسیار زیادی دارن، در مجموع گروهی بسیار خطرناک هستن، تنها سازمانی هستند که برای آلترناتیو بودن برنامه دارند. بنابراین مجاهدین هم برانداز هستند، هم آلترناتیو و هم موزی. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مقابله با مجاهدین را با تشکیل کمیته عالی به وزارت اطلاعات واگذار نموده و سایر کمیته ها با هدف استفاده از ظرفیت تمام دستگاه ها تعریف نموده است، و اما مسئول اصلی مقابله با مجاهدین و اجرای اقدامات مقابله‌ای وزارت اطلاعات می باشد. بنابراین وزارت خارجه ویژگی مجاهدین رو اینطوری توصیف می کنه. سند رسمی وزارت خارجه تحت عنوان تلاش برای اعتبار زدایی از مجاهدین، سلب مزیت‌ها و ارزش‌هایی که آنها به دلایل آن هستند. این رکات رو راجع به مجاهدین گفتن. من خیلی تلگرافی 8 نکتهش رو برای شما بینندگانتو میگم. یکم این که این گروه پتانسیل عملیات مسلحانه دارن، در وابستگانشون مجاهدین انگیزه مبارزاتی شدید وجود داره، و همون نکاتی که عرض کردم. و آخرین نکتهش هم اینه که بنابراین باید مجاهدین به عنوان نیروی برانداز هم آلترناتیو هستن، و اینی که میگه موزی منظورش در واقع پیگیر و جان برکف بودن و در واقع تحت تاثیر حضور جوانان در کف خیابان‌ها و در صف جلوی همه اونها و خاکریز اول کانون‌های شورشی هستش. بله، الان شما اشاره کردید به هر حال علیه مجاهدین یک سری هم سندهایی که رو شده، که تلاش هایی که وزارت خارجه داره انجام میشه. اگه میشه یک کمی بیشتر در رابطه با همین تلاش های وزارت خارجه علیه مجاهدین و این اسنادی که رو شده بگید که چه چیزایی بوده؟ ببینید، اینا در این جلسه، در این صورت جلسه به طور مشخص دارن صحبت میکنن، میگن مجاهدین نقش پررنگی در اختشاشات اخیر داشته. اینا همش مدرک و سندیه که از این 8-9 ارگانی که در این جلسه مقابله با مجاهدین نشستن همه روی میز گذاشتن و صورت جلسهش اینطوری تنظیم شده. یکم این که مجاهدین نقش پررنگی در اختشاشات داشتن. دوم این که حمله موشکی سپاه به مقرها و گروهکه ضد انقلاب کردی از سوی مجاهدین محکوم شده است. سوم این که مجاهدین شمار کشته شدگان و بازداشت شدگان را به صورت واقعی اعلام کردن. ببینید، خود رژیم داره اینو میگه. چهارم این که خواهان گسترش اختشاشات بوده و تلاش برای ادامه دادن اختشاشات خیابانی در کشور و تلاش مستمر مجاهدین برای تداوم اعتراضهای خیابانی رو داشتند. بنابراین در بخش پنجم میگه که مجاهدین در رسانه‌های گروهی وابسته از مردم ایران برای آتش زدن دادسراهای نظامی درخواست کردند. دعوت از کامیونداران برای پیوستن به اختشاشات سراسری، فراخوان تجمعات، اعتراضات، اختشاشات توسط مجاهدین با استفاده از پلتفرم‌های داخلی. و در قسمت هشتم، در بند هشتم میگه که برخی اقدامات اداره همکاری‌های امنیت ملی در مقابله با مجاهدین. بنابراین در خود، جدای از این که در مورد آلترناتیو بودن مجاهدین، دارای برنامه بودنشون، پتانسیل مبارزه مسلحانه و توان ادامه این مبارزه و به طور جدی
حکومت آخوندی رو در تمامیت ایران به چالش کشیدن و اینکه اینها آلترناتیو هستند چون برنامه سیاسی دارن، اعتبار بین المللی دارن، دارای ارتباط‌های وسیع بین المللی با پارلمانتارها، نمایندگان مردم در کنگره‌ها و سناهای مختلف سراسر دنیا دارن. جدای از اینها موقعی که در ارتباط با خود مسئله از شهریور 401 تا کنون به خود مسئله قیام کنونی میپردازه، همگی رو با دلایل متقنی که داره وصف میکنه به مجاهدین و اینکه اینا تشکیلاتی که دارن. و از اون طرف هم فراموش نکنیم داخل پرانتز اطلاعیه که سازمان مجاهدین خلق ایران دادن که نزدیک به 4000 نفر، 3660 نفر از وابستگان و هواداران شناخته شده و غیر شناخته شده مجاهدین رو که یا مفقود الاثر شدن و یا اینکه در زندان‌های حکومت آخوندی هستند در مدت این 8 ماه. بنابراین حکومت آخوندی با اطلاعاتی که در دست داره به خوبی اشراف به این قضیه داره که کی و چقدر پشت قضیه هستش. در هیچ کدوم از این سنت ها ما نمیبینیم که به بچه شاه و به این آلترناتیو های دستسازی که خودشون ساختن تا کنون بپردازن و یا اهمیتی بهش بدن، بلکه در نقش راهی که گذاشتن برای اینکه جلوی مجاهدین رو بگیرن اتفاقا از آلترناتیو دستساز میشه نمونه آورد که در اون نقش راه وزارت امور خارجه در این جلسه ای که این نوع ارگان شرکت کردن هم بچه شاه و هم آلترناتیو های دستساز عمل کردن، از آن جمله جلوگیری کردن از قیام، دعوت مردم به رفتن خانه ها و جلوگیری کردن از رویاروی مردم با نیروهای سرکوبگر و اعتراضات و مبارزاتی که اونا دعوت میکردن برین خونه هاتون و چراغا رو 1 ساعت خاموش کنید. بله آقای پرتابی، همونطور که خودتون هم گفتین این موضوعیه که بعد از جوانب مختلف بهش پرداخته بشه، ولی شما به هر حال تو این فرصت کوتاه به خیلی موضوعات اشاره کردید، از موضوعی که وزارت خارجه چطور داره علیه مجاهدین کار میکنه و نقش خود مجاهدین و همینطور الان هم که از آلترناتیو سازی گفتید. به هر حال به عنوان آخرین سوال اگه میشه اینم پاسخ بدید که از نکات مطرح شده الان تو این سندها که به دست اومده از طریق وزارت خارجه هستش چه نتیجه میشه گرفت؟ ببینید در شرایطی که به دلیل اختناق و سرکوب، فراموش نکنید حکومت آخوندی یکی از امنیتی ترین حکومت‌های تاریخ معاصره. حکومت آخوندی 64 دستگاه عریض و طویل امنیتی داره، درست؟ بله. بنابراین در شرایطی که به دلیل اختناق صندوق رأی وجود نداره، به دو وسیله مادی و مطمئن میتوان قدرت و پایگاه اجتماعی یک آلترناتیو رو اندازه‌گیری کرد. یکی این که عنصر مقاومت و دوم دشمنه، درست؟ در عنصر مقاومت ترکیبیه که از عناصر مادی که قابل اندازه‌گیری تاثیرگذاری هستش میشه اسم آورد. به عنوان مثال رهبری، تشکیلات، سازمان رهبری کننده، آلترناتیو سیاسی و برنامه‌های آینده بعد از سرنگونی، سازمان رزم برای سرنگونی، مثلا از اون جمله سازمان رزم برای سرنگونی داخل پرانتز میشه قانون‌های شورشی رو به طور واقعی که هیچ کس الان دیگه نمیتونه منکر وجودشون و منکر تأثیر بسیار بسیار شگرفی که بر مبارزات دارن منکرش بشه. بنابراین استقلال مالی و سیاسی، شناخته شدگی و اعتبار بین المللی، همونطور که عرض کردم، تجارب و عمر سابقه مبارزاتی، اینها دو بخش از جوابیه که در این ارتباط با این نکات مطرح شده میشه گرفت. نکته سومی که طبق سند رسمی وزارت خارجه رژیم تمامی ویژگی های این آلترناتیو، در واقع ما الان در سازمان مجاهدین و در مقاومت ایران به خوبی میتونیم ببینیم، از آن جمله همونطور که عرض کردم مسئله رهبری بود، مسئله سازمان رز بود، ولی طبق سند رسمی وزارت خارجه تمام ویژگی های مادی یک مقاومت تمام عیار به عنوان آلترناتیو برانداز رو تایید میکنه. این اسنادی که تاکنون بیرون اومده که من واقعا از دوستان میخوام حتما به این کانال تلگرامی مراجعه بکنن و بخونن، و مجاهدین رو به عنوان یک مقاومت سازمان یافته سراسری
و دارای قدرت برای سرنگونی معرفی کرده. در بند چهارم میتونم عرض بکنم وقتی تنها در وزارت خارجه رژیم ما چنین عرض و طول و سازمان کاری برای مقابله با مجاهدین هستیم، شاهد چنین پدیده هستیم، به سادگی میتوان حد زد که در بیت خامنه ای و در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و سایر ارگان های رژیم چه خبر باید باشه و چه انرژی کلانی رو اینها روزانه در ارتباط با و نیروهای سرکوبگرشون خرج مقابله با مجاهدین و در ارتباط با کانونهای شورشی میکنن. تا همین جا میتوان به این سوال پاسخ داد که چرا رژیم در تمامی این 44 سال حیات ننگینش چنین انرژی عظیمی رو خرج مقابله با مجاهدین کرده. تو مجاهدین تنها آلترناتیو و تنها دشمن براندازش بوده و هستند و میداند که بالاخره به دست همین مجاهدین سرنگون خواهد شد. به نظر من رژیم در این زمینه کوچکترین ابهامی واقعا نداره. بله، پس بعد باز هم درود بفرستیم به این کانونهای شورشی قهرمان که این چنین به قول شما انکارناپذیر در صحنه سیاسی و صحنه نظامی دارن فعالیت میکنن. و با تشکر از شما آقای بهروز پرتابی، تحلیلگر امور سیاسی، که در این گفتگو همراه ما بودید. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شب و روز شما بخیر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.